باعث شد که یه ذره یه کمی دیرتر وارد باشیم، ولی دیرتر، ولی خب بریم شروع کردیم. شروع کرد. من میخوام هم اینجا بشیرم که گفته بودیم 12 ایران. خب صندلی تو پس صندلی هم بگرم نمیخوام اونجا بشینیم. من چون گفتم هم یه دارلینگ میکنم. چه رزی؟ یه دارلینگ بشین، ولی بشین. آره چون یه موقع دارلینگ هی من دست تکنم چیزی چیزات آیا اشکال هستش هست. آره درستش. من اینم حواسم باشه نرسیزه. سلام، آذر میکنن بچه ها. آذر انقدر خیلی خوبه دیگه، چی بگم دیگه، هر روز خوبتر از قبل و رابطه ما بهتر. من که خیلی خوشحالترم. بازم من اینا رو کجا برای من اینم آوردی؟ آره دیگه بمیدیم. اینجوری مثلا دیگه زیبا گز 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 اونا رو میذارم 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 گز. مثلا مقدماتیمون الان خب این نیمرومونه گز که داریوش هم میخوام بخورم. از اون روز که چند وقت بوده؟ از موقعی که بهنام بوده نخورد فکر کنم. نه. خیلی وقته. چند وقت؟ دو هفته. دو هفته. اوی نه. خب خب شروع کنیم. بدم مزاحم آذر نشه. مزاحم منم نشه. مزاحم منم نشه. خب لایو مقدماتی یادمون رفت روش بزنیم. رفتیم الان زده. حالا پس الان که دیدیم پاک کنم. نه پاک نه. این بیوه ها. اشکال نداره. اشکال نداره. این رو دیگه گفتم. چرا آذر خانم مهربون مهمان و دوست عالی زیبا. تو رو خدا هیچ وقت آذر رو نرنج. فکر کنم دیگه از این مرحله گذشته. یه بار اتفاقا فوزیه اومده بود به من گفتش چند وقت پیش. گفتش که زیبا دیگه نمیخوام از جدا بشم، دعوا بشه، نمیدونم فلان بشه. من اگه یه چیزایی میگم اینجوری که یه چیزایی میگم میره دیگه، یه چیزایی میگم. گفتم باشه دیگه از این مرحله گذشته. روشت خیلی خوش رنگ. آره انرژی راهله باید همه جا باشه. لایو رو ببند که مزاحمت نشیم. باشه چقدر جویه برو. خب این هم حرفی خوب بزن. تو میدونی مزاحم من هم نشیم. مزاحم تو نشیم. حرف من تقیی. حرف من تقیی. راست بگم چه پنیره. این پنیر رو اکسترا از اون پنیرهایی یکه میگی من عاشق شدم. چرا؟ چرا نه؟ رفتنی هم میگفتن عاشق شدم. من اصلا مثل که عاشقی رو دارم تو وجود خودم بخوردم. نونا رو بذار تو پوست باید روشنش نکن. از اگه اینجور باشه من همیشه عاشقم. مثل خودم من هم همیشه عاشقم. این هم همیشه عاشقم. این حس عاشقی، حس عشق خیلی قشنگه. حس عاشقی، حس عشق همیشه خیلی قشنگه. خب بچه ها بیان ببینیم که اینم تلگرام هم بذارم. این آهنگی که من گذاشتم دل 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 نکن خیلی باحال میگه. دل دل نکن درست میخونم دیگه. دل دل نکن نه به یه چیزی. اون دفعه من چی خوندم یه چیزی رو گفتم خیلی باحال، بعد دیدم که خیلی حرف بدی زدم. نه اومدم گفتم یه دکو آخرش اسمو گفت حمید یه چیزی بود منم نمید یادم شنیدم خیار گفتم اسم حمید خیار مثل دیشب سهر ما کشم اینجوری شنید. تو هم شنیدی؟ من این جلو دندونم که سهرم دیشی کسه چیزه کلمه رو که میگم بعضی اشتباهی میشنوم. نمیدونم
کلاپس خور شیر نمیدونم چه شیر بخوریم سیرو او 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 ماسخیار درست کردیم سیرا رو کامران همینطور میگم کامران مهران همینطور گفتم با پوست گفت با پوست بر گفتم با پوست رنده کن یه سیر رو تمام رنده کرد بعد اینا یه ذره خورده بودن بعد یه کاری گفتم اینا همش سیر خورد من هیچ چیم نشده بود با این همه سیری که خورد بعد گفت ما اینو نمیخوریم گفتم بده من میبرمش آوردمش هامبورگ با فوزی خوردیم البته همه شد دیگه اسکلاک چیه؟ نمیدونم چیه بچه همه چی مفتیه همه چی اصلا جهان باید جهان مفتی باشه جهان باید جهان مفتی باشه پول ساخته انسانه اون چیزی که انسان یه روزی ساخته یه روزی هم از بین میره ازدواج ساخته انسانه اینا رو بخورا اینا نه اینا دیگه خوش شده نمیش کنه میندازی تو بیو؟ نه نمیدازم تو بیو خوش خوش میکنم خراب نشده چیز میکنم خوش میکنم من از سیر تو هم میتونم بخورم از سیر تو؟ سیرا اینا که من اینجوری میکنم بیا دو تا بیندازم موتور پست نداره نه اون موسیره اون موسیر بیا نمسیر نه دیگه دو تا شد آزر کنم بیاد تو تصویر گفت موقع قضا خوردم من یه سلام میکنم خدمت همگی من میخوام صبحنم با چیز بخورم آرامش بخورم باید بخورم پیشنهاد لایبم خیلی جالب بود گفتم دیشب لایب کساشم گفت بذار آب معدنی چرا میخری زیبا آب آلمان خوبه آب آلمان خوبه آب معدنی هم میخرم دیگه تو هم آب معدنی نمیخری من قبلا هم نگرفتم ولی دیگه اندیم سال هاست همین آبی چیزو حالا سوال خوبیه چه آب مدن میخورم؟ برام میخورن من میخورم برام میخورم ما میگیم باشه بعد حالا تو شیشه بخورم چقدر آذر جون به روی ماه آذر جون باشه 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 سلام به روی شما سلام به روی شما من خراب نمیشه از دیشب سب کن روغن زیتون بوده خوبه بیمتاش هم بوده نه خوبه من ایت باید سالاد خودم بذارم فقط یک کاری بکنم من با یکی از این پوستا میخوام یه ذره روشم رو کمتر کنم این پوست لیمو باشه خوبه نه بلش کن با دستمال اتاق کن با کدوم؟ با همی که والا بعد میدازم تو ماشه خواه نه
نمیخواد. بگو یا همین کردم خوبه بشه. نه بابا تازه شروع کرد. چیه؟ فعلا تا ساعت تازه تخم مرغمونه، بعد پنیر، بعدش پنیر و چای و شیرینی و نمیدونم. نه چون این دیگه میره تا ساعت پنج شیر. خونه مهرم یه دفعه گفت تخم مرغ میخوره، گفتم ده تا تخم مرغ میذاره. آره دیدم. یه چیزم داشت جالب بود مینداختمش. اون بعد صداش صدا میداد یا چی؟ تایمیرش بود. آره میداخت مثلا اون رنگش عوض میشد یا نشون میداد الان نرم شده. جدیده. صفر شد. این رو مهراد گرفته. برادر کوچیکه که تو دوستش داری. من همشون رو دوست داشتم. علل خصوص مهراد. این لباسو من دیروز یه لباس راحتی دنبال خونه هم. دنبال لباس های راحتی میگشتیم تو خونه آذر. شلوارش به اندازه من نمیشد. من خیلی یه شلوار اندازه داشتم که اون به اندازه یه پام میشد. نه ها اونو که اندازه بوده بردی تو خونه لیموی رنگ اینه نمیپوش مدت هاست نمیبینم پات میپوشم باشه دوزش دارم. زیبا تا حالا برای ماموگرافی رفتم؟ آره بچه ها برای ماموگرافی از 50 سال به بالا اینجا برای پیشگیری چیز بیاد میاد میگه که شما اجباری باید میاد میگه. من سال اول رفتم، دو سال یه بار میاد رفتم، همه چی اوکی بود. انقدر سینم و فشار دادم، خیلی بد جوری انقدر سینم و فشار دادن لای این چیز. یه بار دیگه هم رفتم، اونم با یه ذره آروم‌تر دیگه. چه خبره دیگه؟ باید خوب دیده بشه. بعد اونجا هم اوکی بود دیگه. از سال 10 سال نرم. منم امسال دو دفعه نامه دادم، دو دفعه برای نامه. به منم نامه اومده ولی نرفتم. من گفتم بابا ولم کن، خیلی دردناک چیزه، خیلی آدم اذیت میشه. دو دفعه پویسارا هم نامه، ولی خب حالا اگه بعد یه مشکلی پیش بیاد بعد بیمه چیز میکنه، میگه که خب نرفتی کنترل بکنی، هزینه هم خودت بده. خب چیز میکنن دیگه، مثل دندون پزشکی که باید بری مرتب کنترل کنی، اگه نری میگه خب نرفتی کنترل بکنی، مراقب نبودی فلان از این حرفا. خب دیگه چی؟ من سایی حده نه سب کن. خلاصه من میخوام بعد از 10 سال دوباره برم ماموگرافی. دردش میدونی چیه؟ یه مدارم با اون کارمندا درد نداره خود ماموگرافی. این که میاد این دستگاه رو که این سینه رو میذارم دستگاه رو دستگاه اینجوری میاره که مثلا قشنگ مثل این دستگاه که نون چیز میذاری توش با پنیر نمیدونم چی بهش میگم با سینه تو یک سوم سینه من درد میک فشار میدن. چرا رو سایت در نمیاری؟ من کی با منی یا با فکرم با من با آذر چقدر فاصله داره خونتون؟ بچه خونه آذر، خونه من به خونه آذر خیلی سرراسته، فاصلهش زیاده ها، ولی خیلی سرراسته. میشینی توی جلوی اتوبوس، بعد یه دونه عوض کنه درست میاره جلوی خونهش مترو. و هم میگه مثل ساندویچ ساز. ها فرنج توست، مرسی. چی بود؟ چی؟ بهناز اون دستگاه رو بهش میگن فرنج توست. آها کدوم دستگاه؟ همین که نون توست رو میذارن بینش هم مثلا پنیر میذارن. آره آره فرنج توست، مرسی. آره درست مثل اون دستگاه رو در نظر بگیریم، سینه آدم رو میذارن تو اونجا فشار میدن. ها من اینجا فکر کردم آها اون برم
ببینم بایسته بایسته بمالنشون ببین خب بیا بمال برای کمرمون گردن منو بمال هر که میخواد بماله زیبا از نظر بپرس من خونه ندارم دیگه خب بیا اینجا گفتم آزر زیبا از آزر بپرس خونه تو تهران اجاره میده من دیگه خونه ای ندارم بچه دیگه خونه ای ندارم خونه ای دیگه ای ندارم دیگه خیلی خوشحالم خوشحالم اتفاقا از اون موقع خونه نداری وضعیت بهتر شد باور کن اون موقع دردم نمیخواد به دردم واقعا نمیخواد نفش برای دیگران بود خب از این بحث ماموگراف اومدیم بیرون میریم الان همین چیز دیگه آخه این سر پنیر این سر پنیر پنیر با من پنیر دوست دارم یکی تومات اون ری آذر ازدواج کردیم بچه ها عکس شد عکس اون چیز هم از سهراب سهراب نه سهراب نه خسرو خسرو رو نشون دادم تو لایو مقدماتی حالا پدر ما رو در بیاره من از اینجا نشون دادم حالا بسه بیار اصلا دوامون بکنه ولی اصلا باشه هیچی اهمیتی نمیده ماموزاقی برو دستگاه آزر یک زن قوی من مستقل است تنها زن کدبانو در اطراف بابا خونه زیر برید خونه فوزیه رو ببرید مریم مینا خواهر سحر که دیروز باش حرف زدی داره میره سوئیس گفته بود به سحر که سحر من همه خونه های مختلف دوستای زیبا جایی که رفته همه رو دیدم تو فیلم ها از همه بهتر رأی داده به خونه فوزیه هم دکوراسیونش هم خونش هم چه گفتم آنه ما حسودیم میشه نمیدونم ما خوشحال میشه شما میریم اونجا میدونید میخواد رو دعوت کنه اونجا گفتش که بذار مرتب فرشامو عوض کردم گفت همه فرشا رو دادم برای این گذاشتم توی نزدیک پایم پناهنده ها فرشا رو عوض کردم بذار اینجوری هست چیز فرح که پاریسه فوزیه رو دوست داره بعد حالا من میخوام بزنگ بزنم ببینم فوزیه رو دعوت کرده بود حالا یکی گفته من رای میدم به خونه زیبا آزر آزر خونه آزر رای خب اینا بسیاری به خیلی هم خونه احمد رو دوست داشتم چیزه هر خونه سلیقه ها داره خونه مهران هم خوب بود خونه بهنام هم میریم خونه بهنام هم قراره بره خونه بهنام هم قراره بره منو که نگفته هنوز حالی آذر رو گفته بهنام هلند منم گفته یه شب تا دو شب یه شب تا دو شب بابا خودش خیلیه هست خیلی من همش منتظرم یه با دیگه بگو اینجا بهنام منو دعوت کرده بودم گفته یه شب تا دو شب منم منتظرم ببینم که دعوت میکنم بهنام دعوتش کن نه هم موقع که دوست داره و حسش داره حتمی نیست یه دفعه دیدی حسش اومد یه دفعه دیدم حسش اصلا رفت دارن از آذر تو تعریف میکنی تو میگی فوزیه آخه هر دوتاشون خیلی خوبن هر دوتاشون خوبه به هم دیگه یعنی ما یه نفر تو بعد یکی گفت یه فقط آذر گفتم نه خونه فوزیه هم هست و اتفاقا آذر فوزیه رو خیلی دوست داره فوزیه هم در مرحله خوب شدن به رابطه با حسش خوب شدن هست به و این جملاتی هم که گفته حالا بچه ها مقایسه نکنید
ما همه رو سعی کنیم با هم دیگه بالا ببریم. مقایسه کردن درست نیست. این نمیدونم انگوش کوچکه، اون نمیشه، اون نمیدونم انگوش بزرگه. هر کس یه امتیازی داره. من ببینید چرا این همه روابطه، حتی مردم، اینقدر مردم همشون هر کلو نگاه میکنم ببینم همشون رو دوست دارم، همشون رو دوست دارم. مثل مادر که بچه هاشون رو همه رو دوست دارن. البته مامان من همه رو یه جور دوست دارم. ما به مامانمون اعتراض میکردیم، گفتیم اون برادر بزرگم از هم بیشتر دوست داشت. من اعتراض نمیکردم، میدیدم، گفتم خب اون دوست داره دیگه. من گفتم مامان قربونتون برم. من مامان من یه بار حقیقت رو گفت کارایی که اون میکنه تو نمیکنی که، پس حس من باش متفاوته. حق داشت. بعد دیدم که راست میگه دیگه. به هر حال، ولی هر کدومشون یه رنگ، هر گلی یه بویی داره، یه رنگی هم داره، یه زیبایی داره، یک امتیازی داره. برای همین من 39 سالگی، قبل از 39 سالگی دنبال این بودم که دنبال یه نفر بودم. بعد فهمیدم یه نفر شد کمه، احمقانه است. من یکی همه دنبال رو... یه نفرم میگه من دنبال یه نفرم نیستم. آفرین، اون یه نفر خودتیه. یه آقای هندی هست، سادوگا. میشناسیش؟ کی؟ یه آقای یه عارف هندی. خیلی من قبولش دارم، خیلی. خب این کلیپاش که میاد خیلی جالبه، خیلی. خب که در رابطه با اینکه نمیدونم ازدواج حتما بکنی، حتما نمیدونم این، بعد در رابطه با وابستگی هایی که آدم ها به چیز دارن، یه وقتی که برو یه آدمی مرده اینجوری افتاده، براش گرونترین ماشین رو بذار، براش بهترین خونه رو بذار، برای اصلا فرق به حالش میکنه. یعنی که آدم از این طرف مال منه، همش مال تو. من بهت گفتم که اینا همش برای خودت مال منه. من دیدی خیارم و آواکادو تو رسیم، من یه تیکه از آواکادو تو باید بیا نمیشه. نه چون من اونجا چند تا خوردی لایو مقدمات چند تا خوردی میگه چند تا. ببین من تقسیم که میکنم و مصابه موضابه. ببین من هر چند تا من نمیدونم چند تا من یه دونه خوردم. ببین تو چند تا خوردی؟ این مال خودم اینا. نه میدونم چند تا خوردی از این. چند تا خوردم که دارم میخوام. هر چقدر خوردی یه تیکه، هر یه تیکه خوردی یه تیکه بزن. بزرگترش رو میدم به تو. نه من تکه چه، حالا قبول کن. بچه یه بار اومدیم دزدی کنیم تو لایو مقدماتی نشد. نه این زیاده. خب دوده نه بگیر بگیرم نه تا دیگه ما دزدی نکنیم. حالا فردا فردا میره کوین استوری میذاره. نگفتم مواظب باشی. آخه کوینم دوست دارم. وای این وایسای وایسای فوزیه به کوین. بکن میگم زیبا این دستمال سرد چه با نمک داره. این با نمک داره. اینو به ایده طرح چیزا. آره دیگه ایده من بودیم. بچه ها دیگه. به لباسش بیا. پری شب یه رو بیدم. اونقدر از این کارا یک فوزی خوشم میاد. یه دفعه آدرس فلانی رو بده به من، شماره تلفنش رو بده. میگم فوزی من نمیخوام بیدم. تو کاریت نباشه، من باید حرفم رو بهش بزنم. میگم با خب دوست دارم. خب یه بار حمید صادقی کنفوکارو همیشه این دوتا مثل سگ و گربه دعوا میکردن، ولی حمید صادقی از زنامون اصلا یه ضد زن بود، ولی با این جور شده بود چون تو همون حتی دعواها. یه روز این اومد یه چیزی بگه حمید صادقی خیلی بد دهن بود. رفت گفت کنگ فو پنگ فو نمیفهمم. بیا اینجا تو فکر کردی من دختر طالبان. گردن اینو گرفت انداخت روی تخت،
چنان گرفتش رو میگفت بابا باشه باشه اینجوری هست. بعد فوزیه وای کوینو که تک بزنه کوین میافته وای چقدر باحال میشه چیزه ای وای چی بود اینجا بعدش گفتش که آذر جون بچه داری؟ نه بچه ندارم. بچه نداره. خلاصه خیلی خوبه همه این روابط ما، از اونی که به ما بد میگه با اونی که به ما خوب میگه، همه یه جور خاصی هم دیگه. آزر چرا مهمونه خونه مهران نیومد؟ برنامه داشت با خواهرزاده‌اش. و میریم دیگه، میریم به خاطر این مسئله زودتر میریم. خب ای بای من چیزم رو نبستم ها، یادم رفته دست بندم رو ببندم اونجاست رو بعد از لایت میبندیم. بچه اینقدر تأثیر و صبح که ورزش میکنم اینو گذاشتم بازم میذاریم. تأثیرش رو یه مقدار حس کردم. میدونی؟ من باید میرم ببینم از اونو مسئله اینه که نمیرم دکتر. آره منم چقدر دیر رفتم، چند سال بود من همینطور حس میکردم که چیزه. آووکادو چقدر خوبه وقتی میزنی به بدنت. من آقایش هم درست کردم، روغنش هم درست کرد. چه خودم درست کردم. فلفل نه، این زیر نه. فلفل میخوام؟ نه، آره اینه هاش. یه دونه اینجا بودی خودم گذاشت. آره، نمک بود. اون سیاه. وید. مطمئنی فلفل؟ آره، حالا کدومش باشه چیه؟ نه. اونه؟ بده. حالا اصلا به چیز توش هست؟ آره. حق با تو فلفل هنی قرمز دیگه از این بعد یادم باشه. دل دل نکن زیبا چرا خدا رو قبول نداری؟ ولی بذاری دیگه خدا بیاد یه چایی با ما بخوره بشینیم ببینیم یه گپی بزنیم ببینیم کیه چیه. یه چی میگن اونو میگن؟ یه اصل میگن. خودتو گفتم زیبا میگن هر وقت خدا اومد با من یه چایی بخوره دیدم ایش قبولش میکنم. بعد بخور راست میگه. خسرو من تایید کرد بلکنم. من نمیگم هست یا نیست، من میگم اول بیاد تو زندگی من ببینم چه نقشی داره. من احتیاج بیدم بهش ندارم، ولی شاید بیاد با هم دوست بشیم. من خوشم بیاد ازش. یکم ترکی حرف بزن. یکم ترکی حرف بزن. تقاضا دادم منم خوشم بیاد. بذار اصفهانی حرف بزن. پس منم نه. اونو بگو. اونو بگو. حالا لغمه دارن. دیگه حالا با لغمه هم بخواه بگو. پارسی بگم. پس ترکی حرف بزن. استس مشش. اینم اسمانی. اگه من این مارکا رو یاد گرفتم دو بگو استس مشست دادا اسمس تسش مسا دادا آزر حرف اتنا تمام بود. حالا توجید بعضی تقاضا دادن که توشی که دانشارو یاخته. زیبا جان با این روسری که بسته خیلی خوشته شده. من میدونم استس مشست استغفرالله ربی و بچه هم من اصلا نمیگم که وجود نداره، نمیگم وجود داره، من میگم هر وقت حسش ببین گوجه رو من حسش میکنم، میخورمش، میچشمش،
خانم ترکی لطفا گفته ترکی با 5 تا 5 تا حسای خودم. حالا این آقا یا خانم خدا هم یا ترنس خدا من که نمیدونم. تو میگه آقاست، من میگم همه جنسه. آره برای که طرفدار چیزه، طرفدار مرداست. قدرت هم این قرم ها به هر حال هر وقت اومد خونه ما نشست و با هم بودیم و یه شاید هم خوشم اومد ازش، حالا آقا خانم ترنس زن مرد مسیحی ها میگم فاتا، فاتا پدره دیگر، پدر مرد. مرسی آذر جان، زیبا به کائنات اعتقاد داری. بابا من اعتقاد به این دارم که الان من یه کاری کردم مثلا برای آذر، آذرم یه کاری برای من داره میکنه، من یه کاری برای مهران کردم، مهرانم برای من یه کاری داره میکنه، من یه کاری برای بهنام کردم، بهنام داره. هر کسی، من فیدبک اعمال خودم رو دارم میبینم. تو با عشق به این گوجه با عشق رفتار میکنی، این گوجه هم با عشق با تو رفتار میکنه. بای نه تو چه سناشو با جلر گاشو با آره خیلی تقاضی که ترکیه دیدنه ترکی نه تو چه سناشو با جلر گاشو با هرچی بریزی تو آشت همون میاد تو قاشوت. این اصطلاح ترکیه. ما میگیم هرچی پول بدی آش میخوری. آها این هم چیزه. نه این فارسیش معادله. خب اینه که من کائنات اگه میخوام بگم، میگم هستی شعورمند، یعنی این شعور داره، این شعور داره، این شعور داره. من الان اینم، فردا اینم، من میمیرم فردا میشم پنیر، فردا میشم چای، فردا میشم هوا، فردا میشم یه آدم دیگه، فردا همین. پس لذت میبرم وقتی که جهان به جهان با احساس خوبی نگاه میکنه. این نون چیه؟ این نون بهش میگن روگن. روگن روگن یه نوع غلاته از خانواده گندم و جرم. خیلی خوبه، من سال هاست این روگن میگیرم. منم روگن خیلی دوستم. اون روز مهران میخواست بره بخره، گفتش چی بگم؟ گفتم برو رو بگم بایشم چایی نمکنم. اونم آب جوشه. نه آب جوشه یه دم برزم تو. چرا با کوین دعوات شده؟ من بذار ببخشیم بذار بگم. من میخواست البته این چون پیجو توه ممکنه دوستش میشه مسئله یه کمی چیز میشه سیاسی میشه، تو هم دوست نداری. در رابطه با این آدم ها که یه همه پیام میدن مفخوری آی فلانه آی بهمانه، شماها چرا در مقابل اون مفخورای گردن کلوفتی که تو مملکتون هست و دارن مال شماها رو میخورن چرا هیچ حرف و اعتراضی نمی کنن؟ بابا بگم بزن همه منو الان اعتراض کنم، من مفخورم بدونم به اونا دستشون میرسه. نه دیگه، خب چرا اینا زورشون به مثلا به این لایوی که میذاری میرسه؟ چون من قابل دسترسم، ولی اونا نمیتونم. اتفاقا اونا که قابل دسترسن چون جوری مثلا به اون کسی که اختراس کرده پیدا کنه. نه نمیدونم نون گیرشون نمیاد تو سطل آشغالا اونا رو بریم ببینیم. باشه حالا بذار اونا رو برو اونا تو پیج خواهیم بگو راست بگو. آره ترکی حرف نزدیم. باشه ترکی حرف نزد. یکی گفت چرا با کوین دعوات شده؟ بچه من با کوین دعوام نشده، اون با من دعوات شده. به از اون بپرسید. من هی میگم من فقط میگم باید خودشو یه اتفاقی تو درونش افتاده، این بایستی خودشو برونزی کنه. برای همین بذاری تعبوشو بکنه دیگه. از اون نمیترزن چیزه در رابطه یه تیبین انده چند وقته، چند هفته سه حسابت شده حساب کنه. هستی بیاری یک کار کنی ولش کن. ما که ولش کردیم هرچی می نویسه میگه فکر میکنه خیلی چیزه فالوش کنه خیلی خوشحال میشه. خیلی مهمه. ببین یه چیزی برای عموش ما قرمه سبزی ببریم. از قرمه سبزی تو خوشش اومده با عموش؟ نه اوپاش.
پدر بزرگش. بگیم اونجا بگردیم بهش قرمه سبزیار بگیم بیاییم. الانه توی یه لایف اعلام میکنم، کتبی هم مینویسم میدم به خانم زیبا نوبک. خانم زیبا نوبک تقریبا این خانم چی بود؟ مادر ترزا. مادر ترزا الان مدت هاست مرده. بعد منم تا مدتی معاون خودش کرده بود. من اینجا اعلام میکنم که من از این سمت کنارگیری میکنم. تمام اختیارتو میذارم دست خودشون. بابا تبریز مقصودیه مدرسم بود، مدرسه عزت، ولی خونمون خیابون ارتش نبش کوچه صدر بود، الان نمام جلوی مسجد، اونجا خونه ما بود. وحیدم رفت یه بار فیلم گرفت، گفتم به وحید گفتم وحید در بزن دیدم که باز کن ببینم حیاتش رو بانک اقتصادش کردن چی کردن چی. خب من اینا هم بمونه برای بعد. خیلی خوبه این شیرینی داریوش رو بیاریم ببینیم خراب نشده. کاغذش رو انداخته ببینیم تاریخ اینو میدادیم دیروز چیز میخواد به چی؟ به جای پستان. حالا اون چیزش کو کاغذش رو انداخته دو ببینیم که اگه کاری داتون داره نخوریم بیار ببینیم چیه. نه خراب نشده فرم کاغذش من انداختم که آره تو هم اونجا بابا دو هفته سب کن بیار بیار مینی کرز کوخم سوایش تو 28.16 الان چنده؟ الان ما 28.16 ما الان سه روز چهار روز گذشته. نه 28 ببین نوشته الان 16 الان چندومه؟ 20 گذشته 23 حالا میخوریم ببینیم چه جوری. آی وایس 7.5 بالشتاف کلن هیدرات سوپر مهم نیست برای زیبا میخواه راست میگه خیلی وقت من هم از یه انسی یاد گرفتم تو زیه تیگه دیگه کوخنم اونجاست. وای خبونه بسه برسن امروز 28 رو من میگه 28 بخور الان میگه امروز 28 رو من 10 روز گذشته چیه که تاریخش رفته؟ کیز کوخنه کیز پنیر پنیر کیک پنیری کیک پنیری نه خوبه تو یخچال بده تو یخچال بده خوبه نه منم خوردم که پی جازه رو بذاره پی جازه همش تگش میکنم دیگه یه از همین کار رو کرد سرطان گره یعنی چی؟ به خاطر چیز میگه به خاطر میگم نه همه ماریا فلان همه میگفتن ما به داتوم نگاه نمی کنیم ما باز میکنیم ببینیم خوبه یه ببینیم آلمانیا این چیه؟ این هم کیکه بنام میخواییم یه چیز توی کافه با کافه بخوریم؟ نه منظور اگه میخوای تو درست کنم نه منظورم رفته بودیم توی کافه آبجوش بذارم آبجوش یه زر بذاریم آبجوش بذارم تو بشه این بری من این بر نزدیک فرم سب کن اگه آبجوشی لطفا خواهیم بیا چون سخته ای آره چون سختم من
چایی بذارم قهوه میخوری چی؟ نه ها چایی یه ذره آب جوش رو میریزم. یه ذره آب جوش همه یه خیلی آب ریختم. خب اونا میریزیم تو اون دیگه تو پلاس. خیلی خوریش باشه باشه کمش کن. خوبی آزر مهربان دوست داشتنی خوشتی. آره یه رفیق میخوام مثل آزر چتر بشم روش. باش یه باید چتر بشه. بیاد مثلا بیاد بیفته روی تو. ها اون بیاد بیفته من باش. من دوست ندارم یه زمین برتر نه دوست دارم برم رو یکی چرت بشم نه که دوست دارم کسی بیاد رو چرت چشم؟ چرت رو بشه باشه ما نه چرت رو یاد گرفتیم نه ده چرت رو یک کسی ولی پیدا میکنی بالاخره گفتی بیان کردی آوازر فرشتن آها چرت شدن یعنی آویزون شدن آها آویزون شدن باشه اصطلاح رو یاد این میشه بندازید رو نکبر کدوم ها؟ کیا؟ هر کدوم ها تو میخوایی بگو من شو کیه؟ اون آها بسه ببینم کیه آخه اصابانی نشده شاهده همش این بوده که ننش و خوامانش هی نه اصاب کن کدوم هم کیه؟ من اصلا ندیدمش بذار یه بار دیگه پیامدار آها آها اینه در همش در مورد مثلا سیکس مکس سوال میکنم بذار سوال کنم سوال نم باشه باشه الان بیداش میکنم الان بیداش. میشه یه کاری بکنی که من بتونم باشه باشه شره برمیگن بندازم ایشون بیرون تو آدم بیا این مال تو هست بیا اینجا هر چی که بیا الان اینه فکر کنم اینه این نه آره آره خب بیا میندازمش دور خوب شد هر کی رو خواسته اینجوری یاد بگیر اصلا از تو کامنت حالا فقط از بول... نه خب با موبایل من میتونیم لایو میذارم جلوی تو بیا هر کی رو دوست داری بندازش بیرون فقط بلاکش نکن ریموو از لایوش کن دفعه فردا بتونه بیاد به من باز باش بده نه منظورم این که بیا حالا بیا برو برو بیا از اینجا خب آذر ادمین کن آه میتونه آذر ادمینش کنه آره میشه به... نه من چی؟ آذر جون شقدر به تو چیزه آه شقدر مرسی از شماها که این همه عشق دارین لطف دارین نه عصبانی نمیشه ولی عصبانی میشه عصبانی میشه خب آخه چقدر این آشغال آشغال تو این ذهن و مغزشونه بعضی آخه چت شدن یعنی زیاد خونه کسی رفتن مثلا تو ایران که بچه ها ازدواج هم کردن میرن خونه های پدر مادرشون یعنی میرن چت آره ما اینجا چیز کردیم سلت خوشگلخم من خودم هم دقیقا نمیدونم چند سلمه ولی حالا شناسنامم الان رفتم تو 66 سال 1900 به ایرانی 1338 به آلمانی 1959 تا هم سن منی نه من بزرگتر هستم بابا من نه چی من همه شیه به تو سلام میکنم یه دفعه هم اعتراض کردم گفتم طبق این اینه که میگم بزرگتر کوچکتر باید به بزرگتر سلام میکنه من هم کردم خانوش جونه باش. آبجوش چی شد آبجوش یا باید به لایو آدم برسه یا به اون آره آب بیا میخوای بریزی این تو؟ آره یه چای دیگه بندازم توش؟ آره بنداز توش یه چای دیگه بیا بندازم میگولی دیگه؟ آره چایی میکنم اگه نمیگولی نه اندازم نه میدونی من از اون سرگجویه نه چایی رو میخوریم چایی رو میخوریم آره یه چایی وای اشکال نداره یه چایی هم هر کس قدره یه سنت و دونست قدر بقیه رو میدونه
خب اینو که دیگه نمیخوری بندست. این پیرنه رو میدونی مالی که؟ مالی که؟ پارسال من اومده بودم خونه تو جنسش از این خیلی هم خوبه، خیلی خوشم میاد نخه. بعد گرم بود هوا، میخواستی من بریم گل بخریم نزدیک خونه تو با بامارد کجا. بعد تو اینو دادی، نه یه چند تا چیز دادی من دادم. خب بیا حالا من نمیدونستم سوری ریختی هم بودا، چقدر خوشگله، چقدر خوب یادم رفت. بعد اینو چی داره بود؟ فرانکفورت رفته بودی، این همون خانمی که به گفته 25 تا چیز بیشتر نزن سیادونه رونونه. حالا بیا پیدا کن پرتغال فروش همین. بابا فرانکفورت که رفته بودی، کیشو که رفته بودی، اسمشون ما مشکل زیادم. شهناز؟ نه شهناز نبود، یکی دیگه بود که خونش هم رفته بودین با چیز، با سیما فکر کنم، یا نه نمیدونم، نازیلا؟ نه نازیلا نازیلا نه نازیلا نه نازیلا که هنوز داره فکر میکنه که شریه چیز بود. اینو من پوشیده بودم، رفتیم خرید بکنم گله اینا، یه دفعه تو گفتی که چیزه. آره فرشته نداده؟ نه نه یه خانمی که بهت گفته 25 تا زیر سیاه دونه میخوایی بخوری 25 تا دونه بیشتر نه. یادم باز نهیم؟ نه خب وقتی تو یه چیز نگید من یادم بیدم تو رفتی خونه شون دعوتت هم کرده بودم، اینم قضا چی درست کرده بودم. خودش عکسش نبود؟ چرا؟ حالا تو برو ببین. باشه مهم نیست، یادمون میاد. فریبا، راست میگه فریبا، رفتم یه شبم موندم خونه. این الان یکی نوشت ببین چه خط پدر سوخته اید شما ها. فریبا ببین همه نوشتم فریبا فریبا، همه چیه ما رو اینو میدونن. اصلا واقعا اینقدر برام جالبه، من اون روز لباس پوشیده بودم خونه مهران، گفتم اینو نمیدونم تو وسایل شعری بود یا راهله. راهله اومد گفت این اصل اصل داد، اصل از آمریکا. اون یکی رو نمیدونم میام خیلی چیار راست میگی، مرسی فریبا. همون که فریبا هم دوست داری که میگفتی خیلی دوست دارم برم خونش. نه نه اون مونیخه، اون یکیه، اونم یه فر فهمیدم فهمیدم فهمیدم. بچه فریبا یه خانمی بود که منو با دلمه درست کرد برامون داد. آفرین بچه داشت پس چیزه وعدنم رفتیم. فهمیدم فهمیدم. وای اصلا به ما چه مربوط نمیشه. خب تو اینجا چه غلطی میکنی اومدی؟ خب اگه به تو مربوطی نیست خب میدم. آذر جان دوست داریم. آه جذبه. مرسی منم همینطور، منم آخه. شما رو دوستم. بچه مالی من نمیری بالا. خب چای بخوریم، صبحانه خیلی خوب بود. میخوایم بریم کفشمون رو بگیریم، کفشم انتخاب شده از تجربیات گلارایی. آذر لایف بذار، راست میگه از بالکنت لایف بذار، از خب بشین یه موقع کلفس داری درست کنی چه جوری چیز میکنی. میگه سالاد دیروز زیبا درست کرده بود، من درست کردم. میگه که ترکیب سالاد دیروز چی بود بگو من برمم برمم برم درست کنم. ها خب تو درست کردی وای قلبا رو بچه نرید من تازه اومدم باشه. بچه شما میتونید هر کاری بکنید، هر کاری که دوست دارید بکنید. گفته زیبا چقدر این مدلی به مواد میاد. آره بکن، آره راست میگه بلا کنی خالوباره روزش میکنه و بکنه این مسخره ها. من تو بارو فالوور میای لایو میذاری. خب زیبا همش لایو بذاری خفه میشه. کی خفه میشه؟ yes.
نه بچه ها ببینین، من لایوی که الان حتی از پیج من، مثلا اون لایو دیروز از خونه چیز اومدم، نه پریروز، پریروز اومدم از خونه مهرا، یا کی اومدم؟ روز دوشنبه اومدیم، امروز چهارشنبه، دوشنبه اومدم، بعدش فوزی اومد، بعدش جریان. روز دوشنبه صبح من اصلا نمیخواستم لایف بذارم، گفتم دیگه یک آخری ما داریم آماده میشیم فلان. بعد دیدم که مهران چند بار گفت، گفتم دیگه میذارم. بعد امروزم دیروزم همینطور در رابطه با تو خوشم میاد که کسای دیگه ای که به غیر از من بگن لایف بذار با بچه ها حرف بزنیم فلان و اینا، حتی لایف هم هیچی نداشته باشه، این ارتباطات خیلی خوبه. آره منم پیشنهاد دادم، امروزم بودم، برای امروزم من خیلی دوست دارم که تو لایو بذاری، برای اون علاقه مندا، اون اونا که خیلی لطف دارن اینا، منم باز تو لایو هم کنیم هر سر زدن هم خوب. یه چای بخوریم دیگه، آزار مدیر کنه هرکی زهر بزنه بلا کنه. چقدر اون خانم با شخصیت تو رو میگه. مرسی مرسی. مهران را خدا آزاد کرد. مهران را چی خونه؟ خدا آزاد کرد. زیبا کیوینو چیکارش کردی؟ خدا مهران خیلی دوست. وای جالبه کیوینو چیکارش کردم. حالا دو حل میشه بچه ها چیز. بچه تو آخرین لحظه که کوین، اصلا موقعی که کوین نایمد اینجا، نایمد خونه اومد اینجا، منو آزاد یادی که من خونه تو بودم، بعد یه دفعه گفتم کوین میتونی بیا اینجا، گفت من تو مسیر برگشتم تو خونه یه. حالا من دیروز بهش گفتم بیا با شانتا حرف بزن، شانتا، گفتم شانتا و خواهر رمو، شانتا با رمو و مامانش اختلاف پیدا کرده، هی گریه میکنه، ناراحت میشه و فلان از این جور چیزا. گفتم حالا که کوین هم با رمو دوست شده، هم با کریستا، خب بره با یه ذره اختلاف اینا رو حل کنه، چون من تلاش کردم نشد، نه الان میشه. خوبه. بعد گفتم که گفتم تو میتونی کوین با شانتا رو از ناراحتی در بیاری. بعد نمیدونم رفته استوری کرده که گفتی، گفتم آره واقعا میتونه، میتونه که با شرف بزنه، حالا کار ندارم، هم مسئله نیست، درست میشه. بچه از این مسائل من زیاد داشتم، باید بذارید این انقدر بگه بگه ناراحتشو رفع کنه. بچه هم همینم که شما فالوش میکنید تقویتش میکنید خیلی خوبه. بچه مال من نمیره بالا. چرا؟ چی بیا؟ نه اه سب کن یه بار برو از لایف بیرون، برو از لایف. خب خب کلا اینجوری کن. خب حالا دوباره برو الان. مفخوری خونه آذر تموم نشده. حالا دوباره وقت من میگی چرا چیز تموم نشده هنوز. اون که فقط هم که چیز نیستش که، حالا تازه میخوام ببرم جا داشته باشم، چون مستقیم نمیرم خونه. حالا چیشی هست؟ خب همیشه خونه تو کلی چیز مثل هست. اون که ازا رو دیگه باید ببره. نه بنداز دور بره دیگه. نه خب باشه باشه، حالا بسه، حالا بعد از لایو تصمیم که بسه یه خیار بخوریم. اینو یادم انداختن، یه دارم کلابی بخوریم. آره یکی که از اون کلابی ها بدم موهات خیلی قشنگ شده زیبا. آره واقعا خیلی هم. وقتی به فیلم با نگاه میکردم میدیدم که
مهران واقعا تو خیلی چیزا وارده. ای راست میگی. بوده امروز شم روشن نکردیم. من شم هم آوردم. ای باز شد. مذهب آذر چیه؟ بیدینی اونه. گفته که خود نترس. بیدینیه تو هم مذهبت؟ یکی گفته منم آلمان هم ولی میترسم. خب برو پیش یه دعا نویز، یه دعای ترس بده بیا. از چی میترسم؟ از که میترسم؟ ها از من میترسم. خب من گفته میترسم، دوست دارم بیام پیشتون ولی میترسم. حالا منم راهکار دادم دیگه، بره پیش یه دعا نویز، یه دعای ترس بگیره ترسش میرزه. اونم تو آلمان 400 یورو بدید. وقتی اینجا تخم مرغ میشکنن مطمئنن چیزم هست، دعا هم هست. وای تخم مرغ شکستن فوزیر من دوست دارم. خب با حاله چایی؟ خودش هم میدونه که یه چیز تفریحیه، باور کن. رفته افت میگه من خوب میشم. گفت بابا ببین یکی از خالای منم میشکست. خب یکی از خالای منم میشکست تخم مرغ. من گفتم یعنی چیه؟ من ولی هیچ وقت تخم مرغ ما ندادم برای شکستن. گفتم من تخم مرغ ما میخورم. اگه کسی میخواد تخم مرغ بشکنه میره خودش بیاره. خورما زیر بده من اونو بشورم برای تو. نه من چون یه خوشگستم دوست دارم. نه خب هم اتفاق منم برای تو جدو گذاشتم. خب حالا چیز بکنم؟ نه 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 بشین. انجیرم هست که باشه زدستیش. بیا این انجیر. زیبا آروم شدی از چه؟ ما هم آرومیم هم هیجان زده. هم آرامش در ما همه حسا با هم هست. یکم آرومتر بخور زیبا. اوه داغ. آره ولی خب خوردنم تموم شده. حالا باز شروع کنم آرومتر باز خوبه. نونم هم نه نمیخوام. سیر شدم تخم مرغ و اینا. رفت بیار با هم زندگی کنید توی خونه. نه بابا خونه همون هم زیاد میکنه. میگم ویتامینات رو آورده و این نمیخوانه. خب آره ویتامینات رو ویتامینا رو بچه ها من نمیخوام. من اصلا کلن قرصی اینجوری نیستم. مرسی از مهران که اینا رو به من داد. ولی خب هر از شنگاهی یه بارم احمد به من از اینا داده بود ویتامین دو شد. ویتامین دی رو ولی باید بخوری. آره من چیز شد چی میگن همون ببین. یه دونه چی میگن چیزی که ورق قرصی که هستش همون فکر کنم یه سال طول کشه. اونو باید هفته یه دونه بخوری. هفته یه دونه خوبه باشه میخوام. نه جدی اینو ویتامین دی رو باید بخوریم. چون اینجا ما بیرون کمتر میریم، آفتاب کمتر میخوریم. اینا همشون تازه تو ایران هم خیلی دچار کم بوده ویتامین. بچه اون عروسکه رو من بردم دادم به یکی از مراکز صلیب سرخ. رفت به ناکجا آباد. همون وسایلی که ما از خونه نانسی آورده بودیم همشون رفت. زیبا چه موقع خیلی ناراحت میشی؟ اصلا ناراحت میشی؟ واقعا خیلی وقته که این فرکانس این موجهای احساسات هم احساس فرکانسشون خیلی اومده پایین. مثلا بگم ناراحت میبینم ممکنه ناراحت بشم ولی انقدر دوزش پایینه که زیاد معلوم نمیشه. خیلی در رابطه با مسائل مختلف هم همینجوره. خیلی چیزای حسای دیگه هیجان ها مثلا بگم وای دیگه من الان عاشق شدم عشق نمیدونم فلان شدم اینا اونم فرکانسش پایین. خوشیه دیگه در همون حال زندگی کردن. یه دفعه میبینی که یه دونه شیرینی میخوری میگه واو چقدر خوشمزه. یه گوجه فرنگی میخوری میگه او چقدر خوشمزه است. فرکانسش دیگه در حد قش کردن نیست که. همه چی یه ذره جوری شده.
حالا تو هم 100 بار فشار خون رو بپرس خانم دکتر این میپرسه انگار مثلا دکتر ماست. ویل کن دیگه. منم گفتم ویتامین دی بخوام، یه دکتر آزر. دکتر آزر ویتامین دی که خوب یه چیزیه که اینا چیزاست، تجربی های خوشنه در حال حاضر بخاطر. خب من این خانم رو ریمووش میکنم به خاطر اینکه دیگه زیاد تکرار کرد. آره چی میگفت؟ دیگه هی میگفت فشار خونت، هی فشار خون. بابا یه بار گفتی، دو بار گفتی، سه بار کپی کردی، چند بار میخوای بگی؟ یه ذره بره خستگی رفت کنه. خستگیش رفت کنه. تو بیار تیمو بنشین، آی بلال نومدیم مامو مردم، لای لای جون، آی جالی جون، آی بلال نومدیم مامو مردم. خب همین اون برد خیلی جالبه، خوبه. جون لای جون اومدیم و مردو. همه خواباتونم که دیدید خیره، چه خوابیه وحشت. خواب دیده یه فوزی، خواب دیده کوین رو کتک زده. حالا باش رابطه با هم رابطه شو خوب میشه. چیز که خواب یه شما هم هر خوابی دیدید درباره من خواب همش خیره خیر. لای 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 لای. با اون گوشیت میشه متنو بیاری تو بخونیم؟ حالا بیا بخونه آخرش دیگه. نه گوشی خودتو، گوشی خود منو بیا. من خودم مال خودم بیار. بیا 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 بیا. از پری زنگنه می تو دو دی دی دو را را دا 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 را دا دا. ما چای منو بخوریم و بچه هم هم یکی yedine manan ne mani mani nazim ahi ke khosh dil dil nakon dil dil nakon berim diye ye saat tamam shode 2 saat tamam shode ha ya bu hali hali bekhom bekhom ne na 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 ببین جدی یک کار کنیم، بیا برو این چیزت هم بمونه، برو از پیج خودت الان یه لحظه باور که آوازه اصلا نه نه خدا حافظشون نه بیار بذار اونجا برو بلیم. کجا بذاره؟ بذار یه لحظه بزن. نه نمیخوام آقا، نمیخوام. پس نمیخوای بخونی اینو؟ تا پیج بکن. تو میگه برو تو پیج تو فهم. آره پیج بخون دیگه، بیا بعد چون من میدونم باز دوباره میخوام. بیا حالا بخون. چیه کدوم حالا باشی بیا بخون. آهنگا متن آهنگا نیست. چیشو میدید در اومدتون از کجا؟ لایک بذار آزر خود. بیا 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 امروز دولو دولو لولو. امروز دو روزه فردا دو سه روزه لو رشید نیومد لالو دلم می سوزه لو های های, های. رشید خان سردار کل قوچان های های, های. رشید خان سردار کل قوچان رفتی نگفتی لالو یک یاری دارم لو در شهر غربت لالو دل داری دارم لو های های رشید خام سردار کل قوچان های های رشید خام سردار. خب بذار ببینم یه چیزی که باشه تا میخونم میخواد بخونه میذارم باشه کو منم نمیخونم من میخورم تو هم بخون میگه من تو هم بخون
آخه من میدونم یکی میاده بچه های دیگه میگن، گفتم بذار سیف بشه به اونا تو پیج خودت. زیبا از آزار یاد بگیر باش. آزار بخون یاد بگیرم. بریم ما دیگه تر پیدا نمی کنم بریم اینا رو بعدم باید چیز کنم. خیلی خوب بچه ها، ما میریم. بای بای تا بعد. بای بای.